داداش. چیه داداش؟ کنترل از راه دور منو دزدیدن. ببینم نکنه مسی ها؟ مگه وظیفه پلیس اینه که کنترل تلویزیون تو رو پیدا کنه؟ کنترل تلویزیون نبوده. پس چی بوده؟ اینو دیگه نمیتونم بگم. اما زنجیرش دور گردنم بود و خیلی قیمتی بود. کجا دزدیدنش؟ ماندوا. ها؟ تو ماندوا دزدیدنش. اون وقت اومدی دهلی داری دنبالش میگردی احمق. اما حتما اون دزد به دهلی اومده. خب چه چی؟ کجا میتونم اون دزد پیدا کنم؟ کله پوک. این شهر کلی جمعیت داره. پلیسا هم آدمن. خدا که نیستن. خدا که نیستن. فقط خدا میتونه کمکت کنه داداش من. اونو به خدا التماس کن. اون تنها کسیه که میتونه کمکت کنه. خدا میدونه داداش. ما چه میدونیم؟ خدا میدونه کجاست. بزن به چاک دیگه. به خدا ایمان داشته باش پسر. حالا این خدا کیه که میتونه به من کمک کنه و هر جا رو که میبینیم همه دارن اسمشو میبرن؟ ببخشید شما برای چی این برگاه رو پخش میکنید؟ برای اینکه یه وسیله مهم من دست اینه، نه به هم پسش میده نمیاد به دیدنم. زندگیم داغون شده، معلوم نیست کدوم گوریه. شما تا حالا اینو دیدی؟ نه. برای چی این کلاه ایمنی رو سرت کردی؟ از تاکسی ها یاد گرفتم. رنگ زرد و میشه به راحتی از دور تشخیص داد. حتی اگه ترافیک سنگین باشه میشه تاکسی ها رو از دور تشخیص داد. چی؟ خب منم میخوام خدا از راه دور منو ببینه دیگه. آخه ببین این همه جمعیت چطوری میتونه منو پیدا کنه؟ خدا پول میگیره ولی واسه آدم هیچ کاری نمیکنه. نه 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 صبر کن. من اول دیدم که از اونجا پول در آوردی، بعدش یه مقدار پول انداختی اون تو. من هر چقدر بهش داده بودم و برداشتم، پولمو گرفتم. چون واسه من هیچ کاری نکرد. فهمیدم. تمام بازی رو فهمیدم. اونا دارن سر به سرم میزنن. آقای تاپاساوی به خدا تلفن میزنه و اینجوری گردنشو کج میکنه و باهاش حرف میزنه. اونا همش شماره اشتباهیه. و اونی که جوابشو میده در واقع داره سر به سرش میذاره. من حس میکنم سیستم برقراری ارتباط با خدا در این سیاره کلن قاطی پاتی شده. تمام تماسایی که مدیران میگیرن به شماره اشتباه ختم میشه. یعنی چی؟ من همیشه فکر میکردم چرا خدا چنین راه حلای عجق وجقی برای حل مشکلاتم پیش روم میذاره. بعضی وقتا میگه دور خودت قلط بزن و به خونه من بیا تا مشکلتو حل کنم. خودت بگو ببینم مگه ما بچهای خدا نیستیم؟ خب کدوم پدر نرمالی به بچهاش میگه روی زمین قلط بزنن تا کارشون انجام بشه؟ تا حالا پدرت به شما گفته که دخترم اگه لباس نو میخوای پس دور خودت قلط بزن؟ مگه میشه خدا به آدم بگه هر روز شیر گاو روی من بریز؟ اصلا واسه چی باید بگه؟ خب بگه اگه تمام درخواستای ما به شماره درست خدای اصلی متصل بشه، خدا در جواب چی میگه؟ چی میگه؟ خب میگه میلیون ها کودک گشنه و بی سرپناه در دهلی هست. به اونا شیر بدیم بخورن. برای چی باید شیر روی من بریزین آخه؟ من مطمئنم یکی داره سر به سرمون میزنه. مشکلاتتون رو مطرح کن. کلاقت پاسمی حالا شیش ماه که همسر فلج دکترا ازش نامید شدن. من میخوام شما. خدایا دعای شما مستجاب کن. بله بفرمایید خدایا. کجا؟ هرچی شما بخواهید. تا حالا اسمی از راتان گلاشیر شنیدی؟ نه خیلی. در کوههای یمنی است. سوار قطار شو و به سیلیگوری برو و از اونجا با اتوبوس به گنتاک برو و بعد از اونجا به پادیاترا برو. 8 روز طول می کشه.
در کوهستان گنجانچونگ معبد پاک خداوند قرار داره. با ارادت برو، کارت انجام میشه. شماره اشتباهه. این شماره اشتباهه. این چیه؟ شماره اشتباهه. تاپاساوی، اون تکنولوژی که دارین ازش برای ارتباط با خدا استفاده میکنین دچار مشکل شده و تمام تماساتون به شماره اشتباه متصل میشه و اون بالا یکی که خودشو به جای خدا زده نشسته و داره سر به سرتون میزنه. تو منظور چیه ای بنده سردرگم؟ الان براتون توضیح میدم. مگه تمام ما انسانها فرزند خدا نیستیم؟ آره هستیم. خب چی؟ خب حالا اگه بچه شما دچار مشکل بشه و نزد شما بیاد بهش چی میگی؟ مشکلشو حل میکنی؟ یا بهش میگین 2000 کیلومتر اون طرفتر یه خونه بزرگ دیگه ای دارم، برو اونجا درباره مشکلت برام توضیح بده، بعد مشکلتو حل میکنم. خیلی غیر منطقیه نه؟ اما اگه این تماس با خدای واقعی باشه، اون میگه که پسرم همسر بیماره، برو به اون برس، برای چی میخوای ولش کنی؟ و روزی که بمیری میای پیش من. الان بهتره بری پیش زنت باشی پسرم. ها؟ آره یا نه؟ من میتونم ثابت کنم که یه نفر داره سر به سرمون میذاره. تا پاساوی دوباره با خدا تماس بگیرین و ازش بپرسین که آیا تضمین میکنه که حال این خانم خوب بشه؟ عمو، تا زمانی که ضمانت کتبی نداده همسرتو ول نکنی بریا. تماس بگیرین دیگه، تماس بگیرین، همه چی روشن شه. پاساوی، حالا به خدای خودتون تلفن کنی. میخواین بدونین من چه دینی دارم نه؟ اول از خداتون بپرسین که دین این بچه هاش چیه؟ این چه جور بازیه که اینجا در آوردین؟ خب بجنبین دیگه، ازش بپرسین، زود باشین. ببین، برای این کار لزومی نداره که چیزی از خدا بپرسین. خودم هم میتونم اینو بگم. این هندوه، این مسیحیه، این سیکه، این جینه و اینم هم کیشه جوه. خب حالا شما اسمتون رو برای تاپاساوی بگین. سلام آقا، اسم من سوکویندرستینگ بدیه. سلام علیکم، اسم من عباس علی یعقوبه. زنده باد هند، من مهاویر جین هستم. سلام، من کریستوفر دسوزا هستم. سلام، من جگو جنینیم، من سهانی هستم. گیت شدی نه؟ من لباساشونو با هم عوض کردم، متوجه شدی؟ مذهب همیشه با ظاهر آدم و مرتبطه. الان بهتون نشون میدم، بیا اینجا اینو ببینین، هم ریش داره هم عمامه، پس یعنی سیکه. اگه عمامشو در بیارین میشه هندو، اگه سیبیلشو بردارین میشه مسلمان. تمام این تغییراتو اون خدای قلابی طراحی کرد. اگه خدای واقعی میخواست مردمو دست بندی کنه، خب بهشون یه مهر میزد دیگه. رو بدن شما هیچ مهری هست؟ رو بدن من؟ برای چی به من خیره شدین؟ لباستونو در بیارین و خودتون ببینین. برای چی خجالت میکشین؟ همگی لباساتونو در بیارین و مهرتونو به تاپاساوی نشون بدین، زود باشی. برای چی خجالت میکشین؟ خب باشه، من در اینجا رو ببینیم. هیچ مهری هست؟ ها؟ اصلا مهر هست؟ نیست، درسته؟ نشونه این هست؟ اینجا چی؟ نگاه کنیم؟ اینجا چی؟ این رو از اینجا ببرینش بیرون. بچه بیا برو بیرون. من فقط میخواستم یه چیزی رو ساقه بازم خودارم صدا در بیاریم. تو داری به خاطر خود تاپاساوی می ترسونی؟ نه، تو به جهنم میری. نه، پس از خدا بترس. ممنونم بابا، ممنونم. من فقط نصف داستانو فهمیده بودم، اما شما بقیهشو بهم فهموندی. این بازی ترسه. اونی که شمارش اشتباهه فقط سر به سرمون نمیذاره، بلکه میخواد از ترس ما سوء استفاده کنه. فهمیدی؟ میگه چیزایی رو که میدونی میتونی برای بابا هم بگی؟ آره، میتونم نشون بدم، میتونم ثابت کنم. بیا این میشه دستگاه کارخونه ما، اینم میشه سرمایه گذاری ما، اینم میشه سرمایه اولیه ما. حالا ببینین، بعد از 15 دقیقه اون چیزی که سرمایه گذاری کردیم 2 برابر میشه. تو
اونجا رو ببینید، ببینید. شروع شد. چایدم. خب نگاه کنید، چای میفروشه. خیلی سرمایه گذاری کرده. اجاق، سماور، چای، شکر، لیوان، فلاس و اینجا یه تیکه سنگ و رنگ قرمز. چایدم. اون همش باید مشتری‌ها رو صدا کنه، اما اینجا باید مشتری‌ها رو رد کنی تا نوبت به همه برسه. زود باشین، بقیه هم تو نوبتن. ها بجنبین بابا، بجنبین. بدو چایداخ. اونجا باید بره جلوی مشتری خم بشه، اما اینجا مشتری جلوش زانو میزنه. اون شماره اشتباه کارو کاسبی را انداخته. کارو کاسبی ترس. اون میدونه، میدونه کسی که به ترسه حتما به معبد میره. اینو مذهب و زیر سوال نبر. یک سوال دیگه. به این برنامه خاص خیلی خوش اومدی. در این برنامه قراره که پیکیدا... یه دقیقه اجازه بدین، یه دقیقه سب کنیم. بیاریم. این چیه؟ خدا میگه قسمتی از طبل شکسته اوست، اما این میگه مال اونه. خدا میگه معبدی بنا کن و این میگه معبدی نساز. حالا باید به حرف کی گوش بدیم؟ به حرف خدا یا به حرف این که کلاه ایمنی زرد رنگ سرش میکرده و اینا رو پخش میکرده؟ ببینیم. اول می گفت خدا مفقود شده، بعدش گفت که خدا فریبکاره، حتما فردا میگه خدا مرده. آخه پسرم تو چی میخوای؟ دنیایی که در اون خبری از خدا نیست؟ تو هیچ از غمهای مردم خبر داری؟ مردم نونی برای خوردن ندارن، سقفی بالای سرشون ندارن، بعضیا دوست ندارن که باهاش صحبت کنن. تو هیچ میدونی که روزانه چند نفر خودکشی میکنن؟ میدونی رگشونو میزنن، خودشونو از سقف حلق‌آویز میکنن؟ چرا؟ چون امید ندارن. اگه از پرستش کردن مجسمه خدا یا از خوندن یه دعای ساده یا با بستن یه مچبند به دستشون مردم امید بگیرن، تو کی هستی که این امیدو ازشون بگیری؟ تو با خودت چی فکر میکنی؟ و اگرم میخوای خدای مردم رو ازشون بگیری، پس حداقل بگو در عوضش چی میخوای بهشون بدی. این همش میگفت این شماره اشتباهه، این شماره اشتباهه. خب حالا برای همه بگو ببینم که شماره درست دقیقا کدومه. کاملا حق با شماست پاساوی. یه زمانی بود که منم نمیتونستم غذایی برای خوردن پیدا کنم. خونه ای نداشتم که توش بمونم. کلی گریه میکردم. آخه حتی یه دوستم نداشتم. اون موقع فقط یه حامی داشتم. خداوند. هر روز فکر میکردم فردا قراره بهتر باشه. خدا یه راهی بهم نشون میده. آره من موافقم، موافقم که اگه به خدا ایمان داشته باشی امید پیدا میشه، مشکلات دور میشن، جسارت و شجاعتت زیاد میشه. ولی من یه سوال دارم. به کدوم خدا باید ایمان داشته باشم؟ شما میگین فقط یه خدا داری. من میگم نه، دو تا خدا داریم. یکیش کسیه که همه ما رو آفریده و یکیش همونیه که شماها آفریدی. ما در مورد اونی که ما رو آفریده هیچی نمیدونیم، ولی میدونیم خدایی که امثال تو آفریدنش دقیقا عین خودتونه. یه دروغگوه، یه مکار، قولای علکی میده، پولدارا رو زودتر ملاقات میکنه، فقیرا رو میفرسته ته زن،
وقتی ستایشش میکنی این خوشحال میشه، دم به دقیقه بنده هاشو تهدید میکنه. شماره درست من خیلی ساده است. خداوندی که همه ما را آفریده به اون ایمان داشته باش، و خدایی که امثال تو را آفریده قلابیه، باید نابودش کرد. پسر جان، ما بلدیم از خدای خودمون محافظت کنیم. تو میتونی از خدا محافظت کنی؟ تو؟ این سیاره کلش انقدره، هزار تا سیاره مثل این توی کهکشان هست، بعد تو نشستی توی خیابون کوچیک، توی شهر کوچیک، توی این سیاره کوچیک، و ادعا میکنی از خدات محافظت میکنی، از اونی که تمام این دنیا رو آفریده. اون به حفاظت تو نیازی نداره، اون میتونه از خودش مراقبت کنه. امروز یه عده میخواستن از منافعشون محافظت کنن، بعد دوست من از دنیا رفت، فقط کفشش برام موند. بی خیال حمایت از منافعت شو، وگرنه تو این سیاره دیگه انسانی باقی نمیمونه. یکی دیگه بمب منفجر میکنه، بعد یه عابدی مثل من باید بشینه اینجا جواب پس بده. خیلی. هندو کیه و مسلمان کیه؟ مهرت کجاست؟ نشونم بده. این تفاوت‌ها رو شما به وجود آوردین، نه خداوند. همین مسئله خطرناک‌ترین شماره اشتباهیه این سیاره محسوب میشه، که بر اثرش مردم میمیرن و از هم جدا میشه. ممنون پسرم.